برادر محترم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و استاد گران قدر و افتخار تمامی امت اسلامی جزاکم الله، امیدوارم که دارای صحت کامل باشد. یک سوال دارم، اگر امکان دارد جوابش را برایم زودتر روان بدارد نهایت خوشحال خواهم شد. سوال: اگر یک آشپز در آشپزخانه مسجد غذا تهیه نماید و برای مسئولین مسجد پول برق و گاز و آب را بدهد و چند نوع غذا تهیه شده را برای کسانی ببرد که مجلس سالگره و یا شیرین خوری یا عروسی یا ختنه‌سوری یا دستمال دادن و غیره که در آن مجلس ها موزیک، رقص، پایکوبی زنها و مردها، دخترها و بچه ها نامحرم اشتراک دارد، برای مسئولین مسجد گناه ندارد که با آشپز در این کار کمک می نماید؟ آیا از دیدگاه اسلام عزیز جایز است؟ اگر در یک مسجد یک آشپزخانه وجود داره، این مطابق مو فیصله شورا از نظر دینی و شرعی قانونیت داره و مشروعیت داره. اگر یک مسجد دارای آشپزخانه است و او را امرای کسی قرارداد کرد کدام آشپزه، میتونه ماهانه مصارف خود بده، دیگه خودش میفهمه او پخت و پزش. اما آمدم راجع به این که اگر در این مسجد اینطور باشه که فقط برای کسای نان پخته میشوه که اهل معاصی و گناه باشند، باز اجازه نیست. نباید مسئولین تعاون در گناه کنند. قرآن کریم صریح می‌فرماید: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. شما بر گناه و تجاوز در قانون شریعت تجاوز صورت می‌گیره، کمک نکنید. به این خاطر است که این یک بزرگترین یک جفا است که اگر یک مسجد برای درمسال مثلا نان پخته کنه، یا یک مسجد برای دیسکو نان پخته کنه، و یا یک مسجد برای کسایی که همیشه پایکوبی زن و مرد و یا در اونجا این محرمات است، جواز داره، نان حلال است. اما اگر هدفش امی باشه، بر از امی کار تأسیس شده باشه یا آشپزخانه، باز جواز نداره. اما اگر این طور باشه که مثلا در ما یک بار یک کسی میگه ما عروسی داریم، عروسی فقط مسلمان ها در اون وقت که نان میخوره چک و بازی نمیکنند، نان در یک فضای آرام میخورند، در اون صورت جایز است. اما حلال و حرام بودن اونا و اعمالشان مربوط خودشان است. ای به این نیت نان پخته نمیکنه که مثلا اونا بگیره این نان را و در عروسی گناه کنند، به این نیت این نان را پخته نمیکنند، بلکه به این نیت مثل که شما یک هتل دارند، یک نفر میره از شما نان میخره دفتن برای 10 نفر، این 10 نفر میره در کازینو در قمار و این نان دوجه میخوره، شما گناه نداره براتون، مربوط خودش است. یا یک نفر تاکسی میچلانه، یک کسی دست میده یک زن یک بچه میگه مرا ببر، این دیگه معلوم نیست کجا میره، میبردش روی راز در یک جایی که کارای بد میشه، میگه مرا میجا تاکو، این گناه تاکسی وان نیست. و انسان در مسجد میتونه که اگر این مسجد را آشپزخانه شه یک کسی کرا گرفته باشه و میتونه که باز برای عروسی ها نان ببره و این جایز است. اما این جایز نیست که مثلا در آشپزخانه مسجد بنام ازی که من را برای مثلا برای دوست خود میبرم یا برای بیادر خود میبرم یا برای از فامیلم یک کسی است، ولی او را باز بفروشه اما نان در غیابش معامله سری کنه و این حق الله و حق بیت المال و حق مسجد بخشیده نمیشه. متاسفانه تعداد مردم از مساجد سوء استفاده میکنند، مساجد را نقطه پیداوار و پر کردن جیب خود ساخته اند. در بعضی مساجد متاسفانه منتظر هستند که چه وقت یک افغان میمره. حتی بعضی مردم قراری که برای ما نفر گفت ما در یک جای ششته بودیم، دو سه ما در این مسجد گفت مرده، هیچ کس فرمایش نداد که برای ما نان بده. آخر یک از اعضای شورای این مسجد میگه این افغان ها را خدا خیر نده، هیچ نمیمرنده، یکی دو سه ما هیچ نمیمرند. این چه قسم است؟ یعنی ما منتظر مرگ مردم نباشیم، یا ما منتظر ازی نباشیم که از جان مرده پول بکشیم؟ و این متاسفانه تعداد مساجد فقط همینطور یک حالت تجارتی رو به خود گرفته که یک نفر مثلا در او تجارت کنه. امام مسجد قراردادی است، اگر در نکاح رفتی میگه مرا 500 روپیه یا 300 روپیه که نتیم، والله اگر خود به نکاح برد بخوان خلاص. تعداد مساجد اماماش و شوراش امرای بعض هتلا ارتباط دارند،
اونمون نفر میگه فی خوراک ما دو روپیه یا سه روپیه یا چهار روپیه بر تو امام مسجد میتوم، اون خوشحال است. اگر مثلا 200 نفر نان گرفت، فی نفر دو روپیه بر امام مسجد میتا، 200 ضرب دو 400 یورو در جیب ملا افتید. یا مسئول مسجد هم میگوید که میره بگم رای ما قرارداد کو در ما ما بر تو 1,000-2,000 یورو میتوم، اون مسئول او را در جیب خود مندازه، در حالی که حرام است. تعداد مردم حتی به نام ازی که در مسجد وجود دارند، حتی همون کنتوی مسجد یعنی اکاونت نمبر مسجد، شماره بانکی مسجد، فقط دو سه نفر به نام خود کرده، حتی کس را اجازه نمیده که درباره زونا پرسان کنه. در وقت انتخابات به خاطر که مردم بترسان پلیس هم میخواه و اگر کسی انتقاد کرد او را جواب میده، کارت سرخ مثل که در فوتبال میتن برش، از میدانش میکشن. یه خیانت از به مساجد. بعض مساجد متاسفانه یعنی فکر میکنه که البته آیس کریم فروشیست، هر کس فرمایش میده، یا فکر میکنه که سالین فاتحه داریست، بلکل ما رنگ و بوی مسجد نداره، در او درد امت حل نمیشه، روی مشکلات امت اسلام صحبت نمیشه. برای مسئله صلح، مسئله قطع جنگ و خونریزی و آمدن امنیت و آزادی و وحدت و برادری در اون مساجد اصلا پروگرام نیست. پروگرام نه تفسیر است در بینش، نه حدیث شریف است و نه مسائل درسی است، هیچ چیز نیست. یک چند تا نفر یک جا شده زد و بند، یک چهار تا مثل بچه بازا آره که یک دو سه تا او را دفاع کنه از یک کار بدش. همونطور آدم های بدماش، جنگ طلب، فتنه انگیز پالی خود میگیره، بد اخلاق، که مردم طرف مسجد دور نخوره. این مسجد است یا کازینو؟ یعنی مگر در باری همی چیزایی که شما گفتین خوب نقاط اشاره کردین، یعنی اگر اینطور مشخص برای گناه و برای معصیت باشه نباید آدم این کار انجام بده.